سلام، امروز میخوام یک مثال خیلی دوست داشتنی حل بکنم از یک تصمیم گیری جمعی. در تصمیم گیری های جمعی گروه های یعنی تعداد زیادی از افراد میخوام با همدیگه یک تصمیم بگیرن و خب طبعا افراد ترجیحات مختلفی دارن و ما میخوایم ببینیم که در یک تصمیم گیری جمعی در یک مثال خاص هر فرد بهترین استراتژیش چی هست و تعادل نشه یک تصمیم گیری جمعی چی هست. و مثالی که من میخوام الان حل بکنم مثال یک کوچه هست. یعنی ما یک کوچه ای داریم، یک کوچه خیلی دوست داشتنی در یک محل که در اون تعدادی خانوار زندگی میکنن و طول این کوچه فرض کنیم باشه مثلا 100 متر و فرض میکنیم که n خانوار در این کوچه زندگی میکنن که من فرض میکنم n یک عدد فرد هست. حالا این رو بعدا بهتون میگم چرا. و این خانوار در جاهای مختلف این کوچه زندگی میکنن، یعنی ممکنه یکی اینجا باشه، یکی اینجا باشه، یکی اینجا، یکی دیگه اینجا، یکی هم اینجا و و و. یعنی این خانوار در جاهای مختلف کوچه هستن و تصمیمی که قرار گرفته بشه اینه که شهرداری قرار هست در این کوچه یک نگهبان بذاره و اینکه این نگهبان کجای کوچه گذاشته بشه رو قرار خانوارها تصمیم بگیرن. و خب طبعا هر خانواده ترجیح میده که نگهبان دقیقا کنار خونه اون، یعنی روبروی خونه اون در کوچه قرار داده بشه. اما خب نمیشه که نگهبان در روبروی خونه همه باشه، چون نگهبان قراره فقط یک جای کوچه باشه. و ادامه ترجیح هر خانوار این هست که اگر قرار شد که نگهبان دقیقا در روبروی خونه اون نباشه، حداقل فاصله کمتری از خونش داشته باشه. یعنی خانواری که الان اینجا هست ترجیح میده نگهبان مثلا اینجا باشه تا اینکه اینجا باشه، چون این نگهبان بهش نزدیکتره و احساس امنیت بیشتری بهش دست میده. خب بنابراین ما الان با یک بازی مواجه هستیم که هر بازیگر یک ترجیح خاصی داره و میخوایم یکی رو انتخاب بکنیم و مکانیزمی که شهرداری تصمیم گرفته که انتخاب بکنه که کجا خونه رو بسازه اینه که شهرداری به همه میگه که به من یک عدد بدین که این عدد فاصله دکه نگهبانی هست از ابتدای کوچه، خب که مثلا میتونه دقیقا برابر باشه با فاصلش از این خونه مثلا 30 متر یا هر عددی، و میگه به من یک عدد بدید و من عدد وسط رو انتخاب میکنم. پس من عدد وسط رو انتخاب میکنم. خب یعنی میگه اگر 5 تا خانواده مختلف، مثلا 5 تا خانواده مختلف به من اعدادی دادن بود 90 متر، یعنی 90 متری سر کوچه مثلا یک همچین جایی، و بعد یکی دیگه گفته بود 75، یکی دیگه گفته بود 10، یکی دیگه گفته بود 30 و یک نفر دیگه هم گفته بود مثلا 49، در این صورت جایی که من خونه رو، ببخشید، دکه نگهبانی رو خواهم ساخت این نقطه است. نه ببخشید من اشتباه کردم، چه اشتباه ساده ای، این نقطه است. خب چون عدد وسط 49 دیگه، 10 30 49 75 90، یعنی عددی که وسط قرار داره بین این عددها 49 است. پس این مکانیزمیه که شهرداری تعیین میکنه برای اینکه جای دکه نگهبانی رو مشخص بکنه. حالا سوالی که ما میخوایم بهش جواب بدیم اینه که آیا هر کس دقیقاً محل خونه خودش رو میگه یا نه، دقیقا محل خانه خودش را خواهد گفت یا نه، محل خانه خودش را اعلام می کند. من می خوام ببینم که آیا همه راست میگن و دقیقا میگن که ما دوست داریم اینجا ساخته بشه کنار خونه ما، یا اینکه نه به خاطر اینکه اگر، یا اینکه این شرایط رو دارن که با یک دروغ گفتن، با اینکه بیان یک عدد دیگه ای رو بگن، یه کاری بکنن که عدد وسط به خونه اونا نزدیکتر بشه. خب پس بیایید برای این، ما این بازی رو به صورت یک بازی استراتژیک تعریف بکنیم. خب اول از همه باید بازیگرهای بازی رو بشناسیم که من مطمئنم شما همتون میدونید بازیگرهای این بازی الان خانوارها هستن. آی مساویه با یک تا ان، من ان خانوار دارم. خب دو عملکردها هست یا اکشنها، یعنی اکشنهای مختلفی که بازیگرها میتونن صورت بدن. خب شما بگید چه اکشنهایی میتونه الان هر بازیگر در اینجا صورت بده؟ خیلی واضحه، هر بازیگر میتونه یک عدد اعلام بکنه، یعنی هر آی یک عدد هست که این عدد میتونه 0 باشه تا 100، یعنی شما هر عددی بین 0 تا 100 میتونید بگید در اون نقطه دوست دارید دکه نگهبانی ساخته بشه. و بنابراین یک اکشن پروفایل یا یک نمایه عملکردها برابر با 5 تا عدد هست که اعلام میشه به شهرداری. خب یعنی آ1، آ2، آ3، آ4 و آ5
که شهرداری عدد وسط رو، اونی که اندازش وسط هست رو انتخاب میکنه و اونجا دکه رو میسازه. خب مثلا میتونه باشه نمیدونم مثلا همون 90 75 10 30 و مثلا حالا این یکی رو بیاد بذاریم 40. خب مثلا یه خورده متفاوت با بالایی. در این صورت این اکشن پروفایل خروجیش این نقطه خواهد بود، چون این 40 عدد وسط هست. و آخرین عنصر بازی که همه شما میدونید ما باید اون رو تعریف بکنیم، ترجیحات بازیگرها هست. خب و اینو من اینجا به صورت ضمنی تعریف کردم، یعنی گفتم اولا هر بازیگر ترجیح میده که خونه در ببخشید دکه نگهبانی دقیقاً روبروی خونش ساخته بشه. خب که من فرض میکنم خونه بازیگر آیوم مکانش در کوچه هست ایکس آی ستاره، یعنی مثلا بازیگر اول جایی که خونش هست ایکس یک ستاره هست، یعنی ایکس یک ستاره متر فاصله داره از اول کوچه و بازیگر دوم ایکس دو ستاره تا خونش فاصله داره از اول کوچه و و و. خب در این صورت هر بازیگر اولا ترجیح میده که دقیقا دکه روی روبروی خونش ساخته بشه و ثانیا ترجیح میده اگر قرار شد دکه روبروی خونه اون ساخته نشه به خونش از همه جا نزدیکتر باشه. این هم میشه ترجیحات من. به طور مثال بذارید من یک مثال بزنم. فرض کنید خونه من در سیمتری کوچه است، یعنی خونه من یک جای مثلا اینجا هاست، سی متر فاصله داره با سر کوچه. در این صورت من بین این اکشن پروفایل بالا و این اکشن پروفایل پایین کدوم رو ترجیح میدم؟ مشخصه من پایین رو ترجیح میدم، به این دلیل که در پایینی دکه در 40 متری ساخته میشه، در بالایی در 49 متری و این پایینی 9 متر به خونه من نزدیکتره، یعنی در یکی دکه اینجاها ساخته میشه، در یکی اینجاها و این به من نزدیکتر است. پس من بازیگرها، عملکردها و ترجیحات همه رو تونستم تعریف بکنم و حالا چیزی که میخوایم با هم تحلیل بکنیم اینه که آیا راستگویی استراتژی خوبی هست یا نه؟ یعنی آیا من اگر راست بگم امکان داره حالتی پیش بیاد که با دروغ گفتن سود بیشتری میکردم؟ برای بررسی این بیاید یک بازیگر رو در نظر بگیریم، یک بازیگر که عددش هم مهم نیست چی هست و من میخوام از اینجا به بعد این بازی رو فقط برای 5 نفر حل بکنم. یعنی فرض میکنم کوچه 5 خانوار داره، شما میتونید این همین استدلالی که من اینجا خواهم کرد رو به هر عددی فردی بالای 5 نفر هم تعمیم بدید. خب پس بذارید من الان یه ذره این بالاها رو پاک بکنم که بتونیم یکم با هم دیگه، حتی بذارید اصلا من همه چی رو پاک بکنم تا بتونیم حالتهای مختلف رو با هم بررسی بکنیم. ببینید این الان کوچه منه، اینجا صفره، اینجا صد. خب من یک بازیگرم، میخوام تصمیم بگیرم چی کار کنم. فرض بکنید که من اصلا میدونم بقیه بازیگرها الان چه تصمیمی گرفتن، یعنی من میدونم بازیگرهای مختلف اون چهارتا این چهار نقطه رو به شهرداری اعلام کردن. خب اگر بازیگرهای مختلف این چهار نقطه رو به شهرداری اعلام کرده باشن و اگر خونه من یک همچین نقطه‌ای باشه، یعنی خونه من دقیقاً وسط این دوتای وسط باشه، یه جایی اینجاها باشه، یعنی بین این دوتا باشه، یعنی در این بازه قرار بگیره، در این صورت اگر من راست بگم، یعنی در این حالت یک، اگر من راست بگم و دقیقاً خونه خودم رو اعلام کنم به شهرداری، خونه کجا ساخته خواهد شد؟ خب شهرداری میگه که من میام خونه ای که، یعنی اون عددی که وسط اعلام شده رو انتخاب میکنم که دقیقاً خونه من خواهد بود. بنابراین در این حالت راستگویی استراتژی هست که بهترین استراتژی ممکن، چون من دقیقاً دکه نگهبانی رو یه کاری میکنم روبروی خونه من ساخته بشه و هر جایی جز اون اگر اعلام کنم دکه نگهبانی روبروی خونه من ساخته نخواهد شد. درسته؟ خب خیلی هم خوب. پس دیدیم که در این حالت بهترین استراتژی راستگویی. حالا بیایید یک حالت دیگه رو در نظر بگیریم، یعنی چهار نفر دیگه اینجاها رو اعلام کردن. خب این چهار نفر هر جایی رو میتونن اعلام کنن که همیشه به همین شکل خواهد بود، یعنی چهار نقطه مختلف خواهد بود و من خونم این بار وسط این دوتای وسط نیست، بین این دوتای وسط نیست، مثلا خونه من اینجاست. خب حالا اگر من بیام و راست بگم، یعنی من بگم آی شهرداری من میخوام اینجا بسازی، خونه کجا ساخته خواهد شد؟ شما بگید خونه همیشه در عدد وسط ساخته میشه، چهار نفر دیگه اینجا رو گفتن، من اینجا، پس خونه اینجا ساخته خواهد شد. خب یعنی اینقدر با خونه من فاصله خواهد داشت. حالا بیایید فرض کنید من دروغ بگم، یعنی من بیام بگم نه آقای شهرداری اینجا نساز خونه رو، مثلا من میگم خونه من اینجاست. خب یعنی من میام میگم که
اینجا بساز خونه، یعنی عددی که من میدم اینجاست. بعد شهرداری میگه خب باشه، تو اینو گفتی، چهار نفر دیگه هم این چهارتای سفید رو گفتم، من وسطی میسازم، یک دو سومی وسطی اینه و دکه اینجا ساخته خواهد شد و فاصله این نقطه از خونه من دورتر هست از فاصله این نقطه، پس من با دروغ گفتم و اینکه اومدم گفتم خونه من این نقطه است ضرر کردم. به همین ترتیب من اگه بیام بگم خونه من مثلا این نقطه هست، باز هم ضرر میکنم، برای اینکه در اگر من اعلام بکنم خونه من این نقطه هست، شهرداری میاد در خونه وسط میسازه، یعنی یک دو سه چهار پنجی که اعلام شده، میاد روی سومی میسازه، یعنی اینجا دوباره میسازه و در حقیقت من هیچ سودی نمیکنم، یعنی دقیقا همون قدری خوشحال میشم که اگر راست میگفتم. و بنابراین در حالت دو هم راستگویی همیشه برای من حداقل به اندازه دروغگویی خوبه و بعضی وقتها بهتر، یعنی اگر راست بگم از این که دروغ بگم و بگم خونه من اینجاست خیلی برای من بهتره، و اگر از این که دروغ بگم و بگم خونه من اینجاست برام فرقی نداره، یعنی راستگویی هیچ وقت برای من ضرر نخواهد داشت. خب حالت دیگر هم بیاید در نظر بگیریم، فرض کنید دوباره در این کوچه‌ای که 100 متر هست چهار نفر دیگه اومدن، این چهار جا رو انتخاب کردن و این بار خونه من مثلا اینجاست، یعنی من الان خونم اینه، درسته؟ در این شرایط من اگر راست بگم، یعنی بگم آی شهرداری اینجا بساز دکه رو، شهرداری میاد در عدد وسط، یعنی اینجا میسازه دکه رو، خب و فاصله دکه از خونه من این فاصله خواهد بود. حالا اگر من بیام دروغ بگم و مثلا بگم آی شهرداری بیا دکه رو مثلا اینجا بساز، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ شهرداری باز هم میاد در عدد وسط میسازه، یعنی بین این و این پنجتا وسطی رو انتخاب میکنه که این نقطه هست و فاصله این از خونه من دورتر هست از حالتی که من راست میگفتم، و من هر نقطه دیگه هم بگم امکان نداره که من با راستگویی با دروغگویی سودم بیشتر بشه. خب مثلا اگر من بیام بگم آقای شهرداری اینجا بساز، اون وقت شهرداری چی کار میکنه؟ شهرداری میگه خب من بین این و این، یعنی این پنجتا عددی که به من دادید، من وسطی رو انتخاب میکنم که این هست، که این درست برای من همونقدر فایده داره که من راست میگفتم، چون اگرم راست میگفتم همینجا خونه ساخته میشد. و بنابراین در این حالت هم راست گفتن استراتژی ویکلی دامیننت منه، یعنی به صورت ضعیف غالب هست، یعنی در همه در اکثر موارد، در برخی موارد برای من بهتر میشه و در برخی موارد برای من فرقی نداره و در هیچ موردی برای من بدتر نمیشه. خب بنابراین ما دیدیم که در همه حالت هایی که ممکن بود خونه من قرار داشته باشه به نسبت عددی که بقیه اعلام کردن، راست گفتن استراتژی غالب من هست و بنابراین برای همه راست گفتن استراتژی غالب هست و بنابراین یکی از نش اکویلیبریوم ها یا تعادل نش های بازی اینه که همه x1 ستاره، x2 ستاره، x3 ستاره، x4 ستاره و x5 ستاره، یعنی همه عدد مطلوب خودشون رو دقیقا اعلام کنن و بگن آقای شهرداری دقیقا رو به روی خونه ما بساز. و در این شرایط هیچ کسی نیست که با تغییر بازی خودش، همون جوری که اینجا من نشون دادم، بتونه سود بیشتری کسب کنه از دروغ گفتن و این یک تعادل نش این بازی خواهد بود. البته نکته اول در مورد این بازی این هست که این بازی تعادل‌های نش دیگه هم داره، من الان دیگه نمیخوام برم و اونها رو حساب بکنم، ولی این بازی تعادل‌های نش دیگه هم داره، اما این تعادل نشی هست که از همه محتمل‌تر هست رخ بده. حالا دلیلش رو در فکر کنم 10-15 ویدئوی بعد با هم بررسی می‌کنیم. و دومین نکته در مورد این بازی اینه که راستگویی یا truthfulness یک خروجی خیلی محتمل این بازیه و یک تعادل نش این بازیه. و در حقیقت این طراحی که شهرداری صورت داد و گفت من عدد وسط را انتخاب می‌کنم، یک طراحی بود که همه رو مجبور کرد که راست بگن و این طراحی ها رو ما خیلی دوست داریم. خب یعنی ما در طراحی سیستم های اجتماعی دوست داریم طراحی هایی بکنیم که همه رو مجبور بکنیم که به خاطر حد اکثر کردن سود خودشون راست بگن و این خیلی مهمه. یعنی یکی از بزرگترین کارهای علم اقتصاد دقیقا اینه که مکانیزم هایی طراحی بکنه که افراد مجبور بشن راست بگن و دروغ گفتن همیشه براشون ضرر داشته باشه. خب خیلی هم خوب، فکر میکنم که کافی هست و من در کلاس بعد میبینمتون. فعلا خداحافظ.